آزادی، عدالت، دموکراسی، برابری، جامعه مدنی، پاسخها در کدام دالان و نزد چه کسی است؟ کی من؟ کی این؟ سلام، من کامبیز حسینی هستم. مهمان امشب ما مسعود بهنود، نویسنده و روزنامه‌نگار پرسابقه ایرانی است و این پارازیت هست ملت، برنامه از طرف بچه های انقلاب که حالا شدن مزدوران دلقک مآب خود فروخته عامل بیگانه دشمن ملت ایران برای بست استکبار در کشور اسلامی ما. در هفته گذشته اعتصاب قضای زندانیهای سیاسی پایان یافت و خوب کاری کردن آقا جون، چون که قضا از گلوی ملت پایین نمی رفت. حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت ایران میتونه از شهر دامغان اسرائیل موشک باران کنه. ما موندیم آخه چرا دامغان؟ دامغان پستش معروف بود، حالا موشکش معروف شده برای ما. اینو بهش میگن پیشرفته مملکت؟ 14 نفر از شاکیان پرونده کوی دانشگاه به حبس و جریمه و شلاق متهم شدند. شاکیان متهم شدند ملت، شاکیان نه متهمان، شاکیان. و ما به این مشایی که میگه امام زمان چند روزی که داره میاد واقعا دیگه ایمان آوردیم، چون دوره آخر الزمان شده. ناطق نوری گفت ایرانیان حافظه تاریخی ندارن، چرا اگه داشتن نباید از یه سوراخ دوبار گزیده میشدند. و ما به ناطق نوری میگیم که وای به روزی که حافظه شون برگرده، اون وقت یکی از اون دوتا سوراخ مال خودته آی ناطق نوری. وزیر اطلاعات گفت برای مقابله با طرح اینترنت چمدانی راهکار داریم، ولی نگفت این راهکارش در مقابل چمدان کلاسش یه چیزی تو مایه بغچه و ایناست یا کیف سامسونی تو کلوپشتی و این حرفا. فعالیت بزرگترین شرکت حمل و نقل دنیا در ایران متوقف شد و آقای احمدی نژاد جهان را به زودی مدیریت میکنه. شما نگران نباشید، آمریکا نیروی انتظامی رو به خاطر کمک به سرکوب معترضان در سوریه تحریم کرد. ما موندیم چرا برای سرکوب ایرانی ها این کار رو نکرد. پسردایی احمدی نژاد رو به علت فساد مالی که عامیانش میشه یعنی همون دزدی از مال مردم دستگیر کردند. دیوان عالی کشور با رد اعتراض یوسف ندرخانی بر حکم اعدامش آن را تایید نمود. جرم ایشون مسیحی بودن است یا مسیحی شدن است. بعد میگن آزادی ادیان است و اینها، و فاشیسم اسلامی نیست و جمهوری اسلامی است و اینها. آیت الله خامنه ای اعتراضات مردم در سوریه را انحرافی خواند و ما از همینجا بهش میگیم خیلی شما آقای خامنه ای بچه پر روی دیگه تو. مریم مجد عکاس ورزشی رو قبل از سفرش به آلمان برای عکاسی از جام جهانی فوتبال زنان بازداشت کردن. آلمان قاطی کرد و ما گفتیم بیاید شما چی میگید. هنوز مریم مجد بی دلیل زندون ملت. جواد لاریجانی هم گفت بهایان در ایران آزاد هستند، فقط حق تبلیغ ندارند. این یعنی شما زنده باش فقط نفس نکش. لبنیات در ایران 10-15% گرون شد. و اینکه دیگه جونم براتون بگه اتفاق خاصی نیفتاد هفته پیش، فقط یه 20 نفر دیگه تو زندون وکیل‌آباد اعدام شدند، یه چند هزار نفر دیگه تو خیابونا بهشون توهین شد. و اینکه این مجسمه هایی که ما خودمونو براشون تیک پاره کردیم هفته پیش رو آوردن آخرش انداختن اینجا اینجوری. کم کم باید بر رأفت اسلامی طالبان در افغانستان قبطه بخوریم. از ما گفتن بود ملت خود دانی. و سرآخر این که آهاد، ای امت، ای جماعت، ای ایرانیان، پارازیت در راستای عناد با ایران و ایرانی امشب به وظیفه اصلیش که تشویش افکار عمومی شما و اقدام علیه امنیت ملی شماست میپردازه و به اطلاع عموم مردم، خصوصا آن دسته که محلولی از ولایت هستند، میرسونه که مملکت امام زمان آقا اینقدر این روزا قاراش میشه که به زن و بچه مردم جماعتی تجاوز میشه که یعنی مملکت امن نیست. میریزن توی صخر زنانه داد و قال و فلان و اینا که این
مملکت اصلا امن نیست. میرزن تو خیابونا گیر میدن به قیافه آدما که یعنی مملکت اصلا امن نیست. طرح امنیت اجتماعی را میندازن که یعنی آقا ما که گفتیم مملکت امن نیست. پول نفت موشک میکنن میفرستن فضا که یعنی مملکت اصلا امن نیست. دلار و سکه رو میبرن بالا که اقتصادمون هم که بابا امن نیست. نون روز به روز میره بالا که یعنی جرأت دارین صداتون در بیاد که بگیم باز مملکت امن نیست. رئیس جمهورش خاک بر سر شده که یعنی وقتی اون امنیست دیگه ملت فبه ها و همه این عدم امنیت ها و یعنی که مملکت امنیست و اینا در میان 70,472,846 نفری که در ایران زندگی می کنند به نفع 70,472,845 نفرش نیست. اما اون یه نفری که باقی میمونه از میان همه این آدم ها داره عشق میکنه، حال میکنه، هر چقدرم که مملکت بیشتر ناامن باشه این یکی سیطرش بیشتر میشه و جاش محکمتر، چون بحران لازمه حفظ نظام است و آن فرد کسی نیست جز حضرت آیت الله امام خامنه ای. بنده در این انتخابات یک رأی بیشتر ندارم. اون رأی را هم به نظرم میرسه که کسی نمیدانه به طور مشخص، حالا حدس ممکنه کسانی بزنن. و اون یک رأی رو بعدش هم فهمیدیم کی بود، لو رفت، همه فهمیدن دیگه، یعنی همون موقعش هم میدونستن همه که اون یه رأی کی بود. بعدش هم اون یه رأی کم کم منحرف شد و انحرافش همیشه اول به چپ بود، بعد به راست دید نمیشه چرخون به راست میانه. آقا تریلی نظام و سپاه دیدن داره روبرو میاد، منحرف که دوباره به راست وسط نرده های محافظ مجلس هست، این وسط تق 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 خورد به اونا، دید کابینه این بغل برگشت پشت سرش نگاه کرد همش سبز شده که بعدش هم شپره کله به کله با راننده تریلی نظام رهبری اومد پایین، موتورش بیاره پایین، دید اوه سنبه پرزوره، ملت جمع شدن، هرچی فوش دادن بهش جلوی مردم سکوت کرد، گفت من سیاستم سکوته، هیچی نگفت تا امروز که میگه کابینه خط قرمز من است. اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم، هم قانونی هم اخلاقی هم وظیفه ملی، که بالاخره بیستم و دفاع بکنم از همکاران خودم در کابینه. در واقع کابینه خط قرمزی است که اگه بخوام به اونجا دست اندازی بکنم دیگه من باید وظایف قانونی خودم رو انجام بدم. زد تو گوش نایب برحق امام زمان که صداش تا اینجا هم اومد و حالا باید منتظر بود تا راننده تریلی نظام که برگشته رفته تو ماشینش چی از اون تو در بیاره نمیدونیم، قفل فرمون مثلا یه دفعه بیاره، قفل فرمون در بیاره محمود یا اصلا از این چماقا که از این زیر یه دفعه در میارن، بعد در میارن یه دفعه اصلا از زیر مثلا عباش یه دفعه زامندار در آورده که چی میگی تو فلا اینا. خلاصه اینکه امشب که من با شما دارم حرف میزنم داستان توی این مایه هاست، یعنی چماق قفرمون و اینا. ملت چه نشسته اید که مهمترین مسئله این مملکت شما، امنیت شما، اقتصاد شما، معیشت شما، آینده فرزندان شما، آینده مملکت شما نیست. امشب بودن یا نبودن احمدی نژاد مسئله این است. رسانه‌هایی که احساس مسئولیت می‌کنن متوجه باشن بی دلیل زیر سوال نبرن گزارش‌های رسمی مسئولان برجسته نظام را. بله، اتهامات فراوانی از قول افرادی که دستگیر شدن زده شد، از اشکالاتی وجود داشت حتی در این دستگیری هایی که من به رئیس قوه قضاییه اعلام کردم این موارد رو. در مورد اظهارات قوه قضاییه آمارهای قوه قضاییه خدشه میکنن، هر روز هست، یعنی هر روز شایعات هست، طبیعی است که اینا اثر میذاره در کار دولت، در کار کشور. در مورد اقدام های مثبت و فعالیت های خوب قوه مقننه و مجلس القای شبهه میکنن، اگه بخوان ادامه بدن به بهانه های گوناگون متهم بکنن همکاران من رو در کابینه، خب اینجا دیگه من وظیفه دارم. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها رو تلقی و قبول بکنیم. از نظر ما
مجموعه این حرکت یک کار سیاسی است. این از نکات بسیار مهمی. موزه ما همچنان سکوت. این اعتماد مردم رو از بین میبره. من ببینم دیگه میخواد آسیب جدی به کشور وارد بشه، خب موظفم کارها رو و مسائل رو با مردم در میان بگذارم. این ضایع میکنه، زحمات رو ضایع میکنه. و اما در هفته که گذشت یکی پیدا شد و گفت اگر چشمتون شوره تقصیر خودتونه ملت، میرین بیرون چشماتونو ببندین اینجوری، یا اگه نمیتونین ورد بخونین همش لا حول ولا قوة الا بالله. از این حرف کجا گفته اینا؟ در تلویزیون ملی میهنی آقای خامنه ای. کسی که چشمش شوره اونم تکلیف داره، اونم خیال نکنه که حالا آزادش هر کار دلش میخواد. مثلا اینکه مثلا چاقو داره، چاقو داره هم نداره چاقو به هر جایی که میرسه مثلا به شکم مردم بزنه. این چاقو مسئولیت داره. این چشم زخم هم به منظره یک چاقویی است که دست این شخص دادن، باید کنترلش بکنه. اولا باید اونجایی که احتمال میده نگاه کنه و بعد خودش هم موثره در داشتن این شوری چشم یا زخم چشم. نفسش هست کردن این اثر نفسانیه دیگه. خب میتونه نگاه نکنه، نگاه کرد فوراً ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم یا ذکر ماشاءالله رو فوراً بگه که اثر چشم خونسا بشه. بودور که بار بابا. اما در بحث چی نگاه میکنی سامون جوری؟ هیچی همینجوری. اما در بحث سامون مشکوک میزنی ها؟ هیچی نیست. اما در بحث اما در بحث تجاوزهای اخیر در خمینی شهر و کاشمر رو باید بگم که اما در بحث تجاوزهای اخیر در خمینی شهر و کاشمر و بقیه جاها باید بگم از اونجایی که در کهریزک به زندانیان سیاسی تجاوز و در زندان‌های دیگر هم و تجاوز شد در کهریزک و در زندان‌های دیگر هم و در نمیتونم دیگه میتونی در... میتونی برو و در زندان‌های دیگر هم تجاوز به عنوان یک حربه برای شکنجه زندانی به کار میره. وقتی شما متجاوزین را میگیرید، وقتی شما متجاوزین رو گرفتین، آیا اونها رو میندازین توی زندون یا میذارشون بازجو و زندانبان؟ کدومش؟ خب مهمون این هفته ما آقای مسعود بهنود، نویسنده، روزنامه‌نگار، فیلمساز و مورخ که قبل از اینکه آقا من دنیا بیام روزنامه‌نگار شروع کرد، کتاب‌ها نوشت، زندان رفت و همکنون در شهر لندن از توابع بریتانیا زندگی میکنه. این شما و این هم مسعود بهنود. آقای بهنود، بدون شک شما یکی از پرسابقه ترین روزنامه‌نگاران حال حاضر ایران هستید. بفرمایید که یک خبرنگار ایرانی با توجه به شرایطی که در ایران حاکمه الان چگونه میتونه بی‌طرف باشه آقای بهنود؟ یعنی خبرنگاری که در ایران کار کنه؟ بله بله. مقصودتون اینه؟ بله بله. خیلی دشواره، خیلی دشواره، به خاطر اینکه اونم به حال داره توی جامعه زندگی میکنه و توی تب و تابای جامعه هست، ولی به هر حال باید سعی خودشو بکنه. به نظر من یکی از اولین مشخصات، یکی از اولین شرایط خبرنگار خوب شدن همین حفظ بی‌طرفی است. خب چگونه میتونه با توجه به این شرایطی که در حال حاضر در ایران حاکمه، واقعا شما چه پیشنهادی دارین براشون؟ چطور میشه این کارو کرد؟ و متهم به دو پهلویی نشه. میدونی متهم به دو پهلویی میشن ملت سری. ببینید، تصور میکنم که داریم به باب مقاله و تحلیل نزدیک میشیم، وگرنه تو خود گزارشگری یعنی خبرنگاری به قول شما، نه اینطوری نیستش که الزاماً باید نظر داشته باشیم و اگر نداشته باشیم ناچار باید که تخفیف بدیم. به هر حال اگر بحث تخفیف هم باشه، این کار خبرنگار نیست، کار دبیره، کار سردبیره، بقیه میکنن به راحتی این کارو. ما به خبرنگارا همیشه
گفتیم، توصیه کردیم، درس دادیم که شما باید کاملا خونسرد باشین. نوشتم اینو یک بار، خبرنگار دختر زن که الان بار اصلی حرفه بر دوش اونها هست، بارها سر کلاس در موقعیت‌های تحصیل گریه می‌کنن وقتی که به اونها میگی بشین با یک کسی مثلا مثل سعید حنایی قاتل 16 زن در مشهد مصاحبه کن، بعدش غلط میگیره، میگه نه نه نه، نظر دادی، سوالات باید کول باشه، بی طرف باشی، و خب دختر جوونم نمیتونه این کارو بکنه. سخته، ولی به هر حال مثل هر کار دیگه است دیگه، باید خودتو نگه داره. شما فکر میکنین که الان خبرنگارای ما چه خارج از ایران چه داخل ایران احساسات رو در روزنامه‌نگاری خودشون قاطی میکنن، یا اینکه دارن میرن به سمت بی طرفی؟ چگونه میبینید شما این رو؟ حالا نمیتونم یه حکم کلی بدم داخل و خارج ایران. من نمیدونم چطوری میشه خارج از ایران خبرنگاری کرد درباره سوژه داخل ایران، ولی حالا فرض کنید با کمک اینترنت و اینا میشه. در اون صورت به نظرم باز همون شرط اول، همون بی‌طرفی است، برای تأثیر، نه برای رعایت کسی، برای تأثیرگذاری خبرنگار باید حتما بی‌طرف باشه. آخر گزارش او میشود که شنونده یا بیننده یا خواننده به نتایجی برسه، عصبانی شه و با سوژه نفرت پیدا کنه یا خشم بگیره، ولی او نمیتونه با کلمه از اول گزارش تعارف کنه، راه نشون بده برای رفتن اونجا. خب مرسی آقای بنوت. من سوال دارم از درجه انتخابات ریاست جمهوری گذشته و انتخابات آینده ایران، و اون اینکه با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری گذشته در اتفاقایی که افتاد براش، اصلا اصولا انتخابات رو در چارچوب کنونی جمهوری اسلامی شما تایید میکنید؟ مثلا انتخابات مجلس رو شما تحریم میکنید یا شرکت میکنید؟ نه، من اصلا نمیتونم بگم. اولا من بیرون از ایرانم، شما هم همینطور، در انتخابات مجلس ما نمیتونیم شرکت کنیم. اولا دوم اینکه من شاید جواب این حرف رو در سال 55 شمسی داده باشم که اولین بار یه ذره شاه فضا رو باز کرد، انتخابات معروف به انتخابات رستاخیز. من در اون موقع در صفحه اول آیندگان مقاله نوشتم، اسمش بود این روز ماندگار، نوشتم که از امروز بعد من رأی میدم. برای چی؟ به خاطر اینکه تعیین شده بود که 3 نفر رو حزب رستاخیز انتخاب کنه و مردم بین اون 3 نفر آزاد باشن. من به همین اندازه رضایت داده بودم و قبول کرده بودم که برم، و به همه هم توصیه کرده بودم همین اندازه برامون کافیه، 20 و چند سال همین اندازه هم بهمون نمیدادن، بریم رأی بدیم. از اون زمان به بعد کم و بیش همیشه رأی دادم، تا موقعی که ایران بودم. البته چه پیش بینی از مشارکت مردم در انتخابات آینده دارید آقای بهنوت؟ به نظرم میرسه مشارکت خیلی خیلی کم نخواهد بود، یعنی انقدر نخواهد بود که ازش بشه حمل بر انتخابات کم رمق کرد. به هر حال فکر تصورم این استش که چیزی حدود 60% شرکت کننده خواهد داشت. یعنی با توجه به همه وقایعی که در ایران اتفاق افتاد، بازم فکر میکنی مردم اعتماد میکنن میرن رأی میدن؟ شما رو نمیگم، مردم رو میگم. باید از خودشون سوال کنید. شما چه فکر میکنید؟ من تصور میکنم که برای رأی دادن یک تکنیک هایی لازمه که اون تکنیک ها به کار گرفته خواهد شد، همین الان هم شروع شده، و در اثر اون تکنیک ها و جذاب کردن شرایط انتخابات و استفاده از شرایط کلی رقابت های درونی شهرها و مناطق دور افتاده، به هر حال امکان این حکومت نشون داده در 30 ساله گذشته که به هر حال تا 50% رو راحت، ولی تا 60% هم میتونه آدم ها رو پای صندوق ببره. تصور نمی کنم که خیلی شرایطش الان با شرایط انتخابات 3 و 4 فرق بکنه. جناب بنوت، خیلی از علاقمند بودن که من از شما درباره اصلاحات و آیندهش بپرسم. آیا شما یک اصلاح طلب هستید در چارچوب نظام جمهوری اسلامی؟ من در چارچوب هر نظامی اصلاح طلبم. بله آقای بنوت، از زمانی که وارد این حرفه شدید، از روز اول تا امروز، چقدر از لحاظ تفکر سیاسی تغییر کردید؟ من اصلا آدم سیاسی نیستم، تفکر سیاسی هیچ وقت نداشتم. شاید که توی سالهای اخیر برای اولین باره که به خودم میتونم این تعارف رو بکنم. هنوزم مشکوکم میشه تعارف کرد یا نه که من طرفدار اصلاحات به اون معنیم. من به هر حال چیزی که برام مسلمه اینه که طرفدار انقلاب و خشونت هیچ وقت نبودم، الان هم نیستم. یعنی طرفدار انقلاب سال 57 هم نبودید؟ نه خیر. پس میخواید بگید که عوض شدید یا نه؟ من جواب نگرفتم ازتون. عوض نشدم، همین بودم. ببینیم ماها که نمیتونیم عوض شیم، که اسم مستعار که نیستیم که عزیزم.
ببین من الان در حدود 40 و چند سال چیز می‌نویسم، همیشه نوشتم واضحه بوده. یعنی شما میتونید بریم مثلا فرض کنید آیندگان 26 دی 1157 رو نگاه کنید، من درباره اون روز که شاه رفته نوشتم. بله. روز 22 بهمن نوشتم، روز 23 بهمن نوشتم، تا موقعی که من یار به سراغ قطع نشده بود تا 6 ماه بعد از انقلاب ما میتونستیم هنوز کار بکنیم نوشتم. بعد یه 10 سالی ممنوع الخروج و قطع و روابط و همه چی، بعد از اون باز دوباره نوشتم. به حال نوشته شده هستش، یعنی جای انکار نداره. جناب بنود، من سوال‌های خیلی بیشتری از شما دارم که در بخش دوم که در اینترنت می‌ذاریم از شما خواهم پرسید. به رسم این برنامه شما 1 دقیقه الان وقت دارید که با مخاطبان پارازیت صحبت بکنید. این 1 دقیقه رو ما پخش می‌کنیم، این شما و این هم تماشاگران پارازیت. ولی ببینید، برای اینکه آدم پیام بده یا توصیه کنه یا نصیحت کنه باید مشخصات داشته باشه که من مشخصات ندارم، من تو بچه‌هام نصیحت نمی‌کنم. اما به طور کلی قرار بشه از این فرصت استفاده کنم یه نکته ای رو بگم از مجموعه سوالاتی که ازم میشه تو فرصت‌های مختلف، و همین الانم در فیسبوک پارازیت دیدم 1000 خورده سوال مطرح شده بود که بخشش مستقیما مربوط من بود. به نظر میرسه یه نکته ای رو یادآوری کنم، و اون نکته اینه که شما نسلی که بیشترتون نسل جوان هستید، از این تاریخ نگاه میکنید و میبینید و حضور دارید، یه نکته یادتون باشه. تاریخ تو 10 سال اخیر و از زمانی که ماشین جستجوی گوگل اومده شروع نشده، تاریخ قبل از اینها وجود داشته و بنابراین عبور میکرده. خیلی کم است که آدم فکر کنه که همه اجزای تاریخ و گذشته سرزمینش رو که به زندگی او مربوطه است بتونه تو همین مجموعه حافظه اینترنت پیدا کنه. نه، یه ذره بیشتر از اونه. من توصیه‌ام این است که برای حضور در صحنه کشوری جامعه که ما دوستش داریم، همه دوستش دارید، برای اون یه ذره بیشتر تعمیق کنیم، یه ذره بیشتر دقت کنیم، یه ذره بیشتر تأمل کنیم در آدم‌ها، در چم و خم‌های این جامعه. به هر حال این جامعه امروز و دیروز ساخته نشده، جامعه طولانیه، کج و کلگیاش، حسناش، اینا همه مونده، یه ملغمه ای شده است که مجموعاً به ما رسیده. ما هممون حتی اگر دور از ایرانی مثل بنده و شما، بعضی از شما یا کسایی که این شانس رو دارن که در داخل ایران هم، به هر حال متأثریم از مجموعه این فضا. ما یه تاریخی داریم که تو این تاریخ هم دکتر مصدق هست، هم محمد رضا شاه هست، هم رضا شاه هست، هم آیت الله خمینی هست، هستن همه اینا، حذف نمیشه کرد. ما یه ملغمه ای هستیم از همه اینها، همه ای آمد و رفت ها، اگر خوبه، اگر بده، اگر متوسطه، اگر خشنه با دنیا، اگر با خودش بد میکنه، به همه اون وحال توی این مجموعه در حال چرخشیم. کمتری از ما رو میشه گفتش که میتونیم کاملا خودمون از این مجموعه دور نگه داریم. من توصیه هم اینه فقط. هر هفته در صفحه فیسبوک پارازیت شما میتونید در رأی‌گیری پارازیت شرکت کنید و شخصیت خوب برنامه رو انتخاب کنید. این هفته تماشاگران پارازیت مردم تبریز رو به عنوان شخصیت خوب این هفته انتخاب کردن. جریان از این قراره که بله، این نیروی انتقام ببخشید انتظامی جمهوری اسلامی در ارتقای طرح امنیت اجتماعی به خودش حق میده حریم خصوصی شهروند خودش رو ناامن کنه و هر جوری که حال میکنه به مردم توهین اونها رو تحقیر کنه. حالا چه داستانی پشت این بگیر و ببند هست بماند، ولی این ترکا تو تبریز که زیر بار زور نمیرن که میرن ها چی عمرن برن. آقا گیر دادین به مردم بی دلیل، یعنی این اصلا بی دلیله، ریختین تو خیابون هم بگیر آقا ببین آقا این اصلا این چی کاره که دارین میکنین هیچ دلیلی براش نیست، گیر علکیه. کار پلیس اینه که امنیت برقرار کنه، بره دنبال دزد، قاتل، سامان، نظم شهری رو برقرار کنه، ترافیک رو کنترل کنه، نه گیر بده به حریم خصوصی افراد و زندگی رو براشون خصوصا برای زنا جهنم کنه. ما اینجوری فکر میکنیم و شما اونجوری دارید ملت رو اذیت میکنید. اینو بهش میگن مرض. مرض میدونی یعنی چی؟ مرض میدونی؟ مثلا یکی مرض داره، مرض داره اینجوری میاد این مثلا اینش که مرض
بعد می‌بینی ویشکون میگیره فلان، اولش مثلا فلان میکنه هیچی بهش نمیگی نکن، اینو مثلا می‌بینی نکن، این مردمن، این جمهوری اسلامیه، می‌بینی جمهوری اسلامیه، این مردم این مرض داره، یارو مثلا مرض میگیره میگه نکن، مردم بهت میگن نکن، آی جمهوری اسلامی نکن نکن آقا نکن، ولی یه دفعه دیدی مردم قاطی میکنن میگم میارم اینجا آبروتو میارم، اما نه اینجوری میشه؟ امکان داره که همچین بلایی سرت بیاد آقای جمهوری اسلامی؟ ببخشید ببخشید، ولی به خدا شما مرض داری. شخصیت خوب این هفته پارازیت مردم تبریز که با هو کردن نیروی انتظامی به تجاوز به حریم خصوصی خانواده هاشون اعتراض کردن، یا شاسن آذربایجان آقا جون. اما شخصیت بد این هفته محمد جواد اردشیر لاریجانی که ملت به خدا به قسم به دین به دانای علی قسم، این آدم شرم رو دلوپی خیلی وقتاست خورده، حیارم که دردم دردوم، شرفرم که ریددم دردور دردوم، به جاش برای ما ریش گذاشته، یه ذره انگلیسی یاد گرفته، قیافه میگیره، دروغ میگه، فکر میکنه اینجوری ما میخریم دروغاشو، یعنی اگر شما مثلا یه ذره اینجوری حرف بزنی دروغاتو میخریم. اینهاش شما ببینید در کشورهای غربی یک زن مسلمان حق نداره روسری داشته، شما ببینید افراد باهایی هستن، کارخونه هم دارن در ایران، استاد دانشگاه هم هستن، در دانشگاه هم دانشجو هستن، اجازه تحصیل دارن، در دانشگاه هستن، بیش از 100 نفر داریم در دانشگاه. ایران کشوری که هر سال حداقل انتخابات داره، همه ارکان قدرتش و آرا مردم، اصلا انتخابات نتایجش معلوم نیست. این دلیل شماست برای اینکه ما دموکرات ترین کشور منطقه ایم. تنها دموکراسی هستی، نه دموکرات. آقا این حرفایی که ایشون زدن بدون استثنا هیچ پایه و اساسی ندارد و هر دانشجوی ترم یک حقوق بشر که زیاد هم هستن ماشاءالله و هر انسان عامی مثل منم میفهمه که این آدم شعارها و آرمانها رو از دیگران میگیره، مال خودش میکنه و خلاف واقع هر چی دلش میخواد میاد در تلویزیون و مجامع بین المللی میگه، بعد تازه قیافه میگیره میگه من میهم پرستم، من از مسلمان ها دفاع میکنم و من شما گلاب بروتون. بله آیه لاریجانی، نام تو و برادرانت امروز شاید نه، ولی در تاریخ این مرز و بوم به عنوان خائنین به آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران ثبت خواهد شد و شما کسانی بودید که در دروازه شهر رو به روی استبداد مطلقه گشودید و حداقل حقوق انسانی ایرانیان رو دریغ کردید، اون هم به نام دفاع از حقوق ایرانیان. با از این حرفا که این جرم شما رو در تاریخ دوبله ثبت میکنه براتون، چرا که پرچمداران دروغ در مملکتی هستید که برای هزاران سال دروغ رو عملی پسندیده ندانسته. شخصیت بد هفته لاریجانی و هر که در ایران سعی داره با دروغ و دغل سر ملت رو شیره بماله تا چند سباهی با محافظ و بنز بره این بر اون بر. اما شخصیت زشت این هفته این آقای به اصطلاح معلم دبستان است. واقعا من الان بعد از این فیلم هیچیم نگم، شما میدونین که چی میخوام بگم. این بود برنامه این هفته پارازیت. من سامان عربی هم. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنیم. چاره جز اینه که ناله شبگیر کنیم، چون تق چون تق شنید چه تدبیر کنیم، چاره حتما جز اینه که ناله شبگیر کنیم، نبیر اگر شنید چه تدبیر کنیم. اینو بهش میگن مرض آی افشین، اینا شکم مرز. نه نه سب کن خودم بگم، میگم اینو بهش میگم مرز. مرز میدونی یعنی چی؟ تو میای تو این، اینو بهش میگم مرز. یکی بیاد هی مثلا اینجوری چیز بکنه، یه ضربت مثلا نترس، نه نترس اینجوری
مثلا اینو بهش میگم این کاری، مثلا این کاری که این اینجوریه، این نترس بابا نترس، سعی کن که من از کادر بندازی بیرون. الان این جمهوری اسلامیه، این ملتن، تو داری اینجوری میکنی با ملت، مثلا میدونی بازم تو داری اینجوری میکنی، بعد مثلا یه بار میکنی هیچی نمیگم میاد ملت هی من میزنم، یعنی میگم مرض، یعنی بعد وحشی تر شو. آره این مثلا بعد این مرض میبینی خوبه یکی بعد اینجوری کنه. الان مثلا این جمهوری اسلامیه، این مردم بدبختن که اینجوری مرض داری. حالا هیچ بهش نمیگن دود، یو کانت دو ایت، سامان بی تو بیا بکنی کار آخرشن در نیاورد. پارازیت.